اکبر. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. عرضم به حضور شما که امروزم سه‌شنبه است و 18 اکتبر 2016 است و در خدمت همه شما خوبان و نازنینان همراه آقای اسماعیل وفا یغمائی هستیم. همطور که به عرضت رسوندم، بالاخره ما در دورانی زندگی کردیم که یه چیزایی رو خب دیدیم که شاید نسل پیش از ما یا پدران و پدران ما ندیدن، اونا یا اونا چیزایی رو دیدن که ما ندیدیم. به هر حال دنیا در حال تغییر و تحول بوده و هست و خواهد بود، یه امر طبیعیه که اتفاق میفته، در دست ما و تو و دیگری هم نیست. اما ماه محرم رو تو ایران و اخیراً هم در کشورهای همجوار و غیره که حالا تا به تورنتوی کانادا و لندن و نمیدونم واشنگتن دی سی و لس آنجلس و اورنج کانتی هم رسیده است، بحث محرم و روزخونی های محرم و دسته سینه زنی و غیره بود و بهش میگن دهه ماه محرم. بعدم یه دهه دیگه ای وجود داره بعد از ماه محرم، ماه سفر میاد، دوباره 10 روز هم تر ماه سفر روزخونی میکنن، میگن دهه ماه سفر. و منم فکر کردم که خب در این ایام بهترین کاری نیستش که ما هم روزه خودمون رو بخونیم. اصلا کلمه روزه اونجور که من فهم کردم این هستش که به یه کتابی وجود داشته به نام روزت و صفا در دوره صفویه که از روش در مورد پیغمبر امامان شیعه بالاخره شعر گفتند و ذکر مصیبت کرده بودند. مثلا مهمترینش هم میدونی که مال محتشم کاشانی، باز این چه شورش است، باز این چه عالم و چه نفقه سوره است، از این شعری که اون کتیبه ها شد در روزخونی ها میزدن، که البته محتشم کاشانی خب مربوط به دوره، اگر اشتباه نکنم دوره قاجاره، ولی اونا بالاخره از دوره صفویه این بازی رو شروع کردن. و بعد نحوه خوندن از روی اون کتاب، نوعی که مثل مثنوی خوانی که یه سبکیه که بعد با اون رنگ اینو با اون ملودی این شعر رو بخونیم، مثنوی خوانی بهش میگن. روزخوانی هم یه رنگیز، یه ملودیست برای خواندن کتاب روزت و صفا، و بعد کسانی که میتونستن این رو بخونن بهشون گفتن روزخون. و داستان روزخون تا اونجایی که من فهم کردم ماجراش از اینجا شکل گرفته. اما فکر کردیم که ما هم روزخونی کنیم، ولی بریم از آقای یغمائی که دستی در این کار دارد و تحقیقی کرده برای خودش، زحمتی کشیده و تاریخ رو دنبال کرده، و ما صحبت‌های ایشون رو با آقای همنشین بهار که او هم نازنین زحمت زیادی میکشه و گاهن مصاحبه‌هایی رو به صورت ویدیوهایی منتشر میکنه، ما قبلا صحبت‌های آقای یغمائی رو از اون طریق شنیدیم. بعد ازشون خواهش کردیم که اگه ممکنه ما در بخش تاریخ، چون به راستی این سه معقوله تاریخ و جغرافیا و ادبیات معقولات مهمی هستن، باور کن اونایی که در آمریکا زندگی میکنن و الان دنبال میکنن، علاقمندن که دنبال کنن مسائل انتخابات رو. دیشب در تلویزیون بحثی داشتن میکردن، یه خانمی که اگه نگاش میکردی فهم میکردی این مثلا هیچ سواد نداره، مثلا خدمتکار خونه است مثلا، ولی به قدر این بانو به نقاط تاریک تاریخ اشاره کرد و تاریخ رو تعریف کرد در ارتباط با امروز، که اگر اینطور بشه ما در تاریخ مثلا در کجا چه کسی در همین جریان انتخابات ریاست جمهوری چجور حرف زده، چی کار کرده، و تمام داستان رو بر ادله تاریخی سوال میکرد و موضوع رو تحویل میداد. بنابراین تاریخ بسیار بسیار مهمه و ادبیات مهم است، برای اینکه شما این تاریخ رو تو اون ادبیات میتونی پیدا بکنی. ما دو معقوله تاریخ سیاسی، تاریخ جغرافیایی داریم، تاریخ اجتماعی هم داریم.
و ادبیات نقش ویژه داره. پس بنابراین سه عنصر تاریخ و جغرافیا و ادبیات از نظر من سه عنصر پیشبرنده هر جامعه هستن. هر جامعه به این سه عنصر توجه کرده برده، هر کی مثل ما بی دقت بوده بازنده داستان است. اینکه ادواری است و دوره است و یه دوره اون کشورها در اوجن بعد اونا سقوط کردن یه عده دیگه اومدن، نه، هر کی توانسته این رو حفظ کنه حفظ کرده. وگرنه وایکینگ ها خب جز آدم های قدیمی جهان هستن، ولی میبینی که ممالکشون اسکاندیناوی، ایسلند و نروژ و فنلاند و سوئد و اینا جز کشورهای پیشرفته هستن. پس چرا قدیم در مورد اونا کار نکرد؟ بنابراین از آقای یغمائی خواهش کردیم که تاریخ رو برای ما تعریف بکنه، سوای اون که روز خون تعریف میکنه. و ما شاهد یه سری حرکت‌های دیگه بودیم. مثلا ما گفتم در دوره که انتهای دوره احمدشاه، در دوره قاجاریه دسته قزاق‌ها دسته قوی بود، مثل اون که آقای خراسانی تو برنامهش به دسته تیه اشاره کرد. خب بر دسته قزاق‌ها دسته بودش که موزیک مارش هم داشتن، یعنی چون که دیگه این داستان وارد ایران شده بود و ارتشی شکل گرفته کرده بود، موزیک ارتش داشتن، از اونا هم استفاده میکردن، تبل و سنج و ترومپت و ساز بادی رو آورده بودن تو دسته ارکستر. دستشون خیلی باشکوه و پرشکوه بود و ژنرال اون ارتش، اون لژیون قضا که رضاخان میر پنج بود، سردار سپه بود، خودش مثل همین گروبانا گل میمارید به کلش، لباسش رو گل میمارید تو دست هر کم. ولی به محض اینکه کودتا کردن، دولت رو به دست گرفتن، شما اینه که رضا شاه همه این داستانا رو من میکنه و قدغن میکنه، غم زنی، زنجیر زنی اینا قدغن میشه. و بعد در دوره پهلوی علی خصوص از بعد از سالهای چهل و اینا شما دوباره این داستان روش کرد، علی رغم اینکه اون فکر میکرد خمینی رو انداخته بیرون، ولی فضا رو بر علیه این که آقا اینا کمونیستا رو میشود از راه دین جلوشونو گرفت. اون حرفایی که ادوارد سعید نمیدونم تو سال 1954 با آیزنهاور گفته بود و بیاید ما رو حمایت کنیم، عصر مکارتیزه، محمد رضا شاه رو همون خط حرکت کرد و به زمین خورد و این بلایی که امروز به سر من و شما و مردم و آینده ایران آمده است، آینده ایران. اما میدونم که شما منتظری که آقای یغمائی صحبت بکنه نه سعید بهبهانی. اجازه بدید که از آقای یغمائی تشکر کنیم از حضورش در برنامه. اما بریم بپردازیم به همین موضوع، موضوع مازوخیسم، سادیسم، نمیدونم اسمش چیه، چون هم مازوخیسته هم سادیسمه، برای اینکه دیگران هم دیدن این صحنه ها خب آدم دیگری را آزار میده. مازوخیسم امر به خود، سادیسم امر به دیگری، آزار به غیره. وقتی اینجور قمه میزنه، اینجور خودشو زخم و زیلی میکنه، اینها این ریشش کجاست؟ ولی ما تو تاریخ تو همون دوره که برکشیده شدن علویان اومدن، نمیدونم نه علویان بغداد نشین، بلکه اونهایی که در ایران آمدن تا اینکه حکومت آل علی رو مستمسک قرار بدن، اون رو اون نحوه رو پیاده بکنن، اتوپیاشون، مدینه فاضلهشون حکومت علی بود، ما با یه گروه دیگه مواجه هستیم به عنوان عیاران، که مثلا میشه از عیاران، از جمله یعقوب لیث رو میشه جزء عیاران نام بود. بعد میخوام از آقای یغمائی بپرسم که تفاوت عیار و لات، که امروز لاتا خودشون رو در لباس عیار معرفی میکنه، چیه؟ ریشش تو تاریخ ما کجاست؟ اگه میشه تو این زمینه یه قدری ازش بپرسیم و ازش هم تشکر بکنیم و بعضا برسونم که فردا هم با آقای یغمائی این بحث رو ادامه خواهیم داد. روز پنجشنبه هم که برنامه خودشون هست مثل همه پنجشنبه ها ساعت 10 صبح به موضوعات تاریخ میپردازیم، ولی این دو سه جلسه رو دیگه دعیه ما هم تمام می شود و برمیگردیم به شرایط عادی. بنابراین این دو سه روزه رو تلاش کنید که حد اکثر استفاده رو بکنید و پرسش های خودتون رو هم مطرح بکنید. آقای یغمائی با پوزش از شما که ما 10 دقیقه وقت شما رو گرفتیم
ولی خوشحال میشم که نظرتون رو بشنوم به این مقوله چنگانه مازوخیسم و سادیسم و همچنین بفهمیم که این بحث عیار و این جاهلا و لاتا که امروز خودشون رو در لباس عیار معرفی کردن ریشه ها و سابقه تاریخیش کدام است. بفهمید خواهش. با سلام به شما و تشکر از شما و زحمتتون و نیز سلام و درود به بینندگان و شنوندگان گرامی و همیهنان عزیز. سال خوبی است، بحث خوبی است این، زیرا ما امروز شاهدیم که این کلمه عیار مزمحل شده در کلمه لوتی و در حقیقت باز لوتی یک حیثیتی داره در کلمه لات، و نیز شاهدیم که این لات ها از پیگیرترین کسانی هستند که دسته های سینه زنی و علم و کتر را می دادن و در کنار آخونده قرار دارن. و اما داستان اینجوری نبود. این کلمه عیار کلمه اسمال قبل از اسلام که آقای محمد جعفر محجوب و بهار و دکتر خانلوی گرامی از اساتید ارجمند فرهنگ ایران و کسی که میگن که ایده سپاه دانش رو اون به شاه ایران گفت که باید بکوشیم که مردم باسواد بشن زیرا از جهل جز بدبختی و بیچارگی نمیزاید، یادش به خیر. اینا میگن که عیار کلمه اسمال دوره قبل از اسلام و دوره ساسانیان و اساساً ریشه در آیین مهر و میترا و اون آیین اولیه زرتشت داره و در این زمینه تحقیقات جالبی هم در ایران شده که یکی از تحقیقات خوب کتابی است به عنوان تأثیر منش‌های سگانه ایران باستان بر رموز آیین عیاری در ایران که نوشته سه بانوی فرهیخته است، فرزانه گشتاسبی، کتایون یزدانپور و شیرین گلزار مشکی، که به نظر میاد اون دوتای اول بانوانی زرتشتی یا زرتشتی نسب باشن. تو این کتاب اگر خواستید بخونید واقعا کتاب خیلی جالبیه تو این زمینه. این عیاران متاسفانه گفتم چون اسناد از بین بردن و سوزوندن، واقعا این کلمه سوزاندن رو که خیلی وقتا میخوان پنهان بکنن رخ داده، اسناد از بین بردن تا هویت ملی و مذهبی ایران باستانی رو از بین ببرن. ولی خوشبختانه در همون قرون اولیه، قرن اول دوم سوم، فرهیختگان این مملکت بالاخره کوشش کردن و خیلی ها رو یا در آمیختن با فرهنگ بعدی یا اینکه باز جستن. من جمله در کتاب های مثل سمک عیار، دارابنامه، فیروزنامه، به خصوص شاهنامه فردوسی از اینها یاد شده. عیاران جماعتی بودند فرهیخته که در زمان ساسانیان گروه هایی سازماندهی شده داشتند علیه در حقیقت ثروتمندان جبار و به نفع فقیران و گروه های 10 نفری و 100 نفری و 1000 نفری و 10000 نفری بعدها البته بر اون اساس تشکیل می شد. اینا آیین های جالبی داشتند و رده بندی داشتند تو خودشون، رده بندی که خیلی اول طالب بود اسامی، بعد از اسلام، بعد خلاصه می رسید به نقیب تا بالا، و چند تا چیز هم داشتند که به اصطلاح که آیین شلوار پوشی بود که معناش در حقیقت روگرداندن از شهوات و خلاصه دست اندازی به ناموس مردم بود، و دیگه خوردن آب آمیخته با نمک که با یک مراسم خاصی می نوشیدن، و بستن کمربند که از همون کمربندی که در معابد زرتشت می بستن کستی ریشه گرفته بود و معنای اون آمادگی برای جنگ بود. عیاران انسان‌های قوی بودند از نظر فیزیکی، ورزشکار و باهوش. تو کتاب‌های مختلف اشیایی رو که با خودشون حمل می‌کردن از کمند و نمی‌دونم
تیر و کمان و چکش و کلید و برای باز کردن قفل و در بسته، ریسمان برای بالا رفتن از برج ها، و خلاصه جماعتی بودند مردم گرا، فرهیخته و بسیار با اخلاق. بعد از هجوم عرب به ایران، ادامه عیاری رو ما تا قرن سوم، در اوایل قرن دقیقه سوم، سالهای 230 که درست بود معاصر با زیستن امام 11 و شیعان امام حسن عسکری و بعد ماجرای اون نوواه اربعه، در جنبش بزرگ عیاران سیستان میبینیم و سیمای زیبا و خلاصه دلاور یعقوب پسر لیث، که البته اسم ایرانی داشون و بعدها این اسم ایرانیش من یادداشت کرده بودم، اگه دم دست باشه براتون بخونم، اسم او بود رادمان پورماهک. اونتا خب عرب اومده بودن، فرهنگ در حال تعویض بود، دو اسمه بودن. اسم دیگهش بود یعقوب، در حقیقت پسر لیث، که لیث هم به معنی شیر بسیار نیرومنده، در حقیقت میشه یعقوب شیرزاد. یعقوب از خلاصه عیاران خلصی بود که ریشه های عیاری و آیین و منش اون و یارانش میرسید به همون آیین عیاری دوران ساسانیان. جالبه که بدونیم که در وندیداد، در خلاصه بخش سوم و بند 41، از عیاران یاد شده با اسم پهلوی، و نیز نشون دهنده اینه که موبدان یعنی ملایان دولتی اون زمان دل خوشی از عیاران نداشتند، و حالا بعد توضیح خواهم داد که برخلاف دوره ما که آخوندها با لات و لوت ها و چاق و کش ها و غم زن ها روابط خیلی خوبی دارن، و این نشون میده فرق عیاران آغاز اسلامی شدن ایران رو، که یک حکومتی رو انداخت که زبان پارسی رو مرهون خودش کرد و نیز استقلال ایران مرهون عیاران سیستانه، سرتافتن از امر خلیفه مرهون عیاران سیستانه، و یعقوب حکومتی را انداخت که فقط از خلیفه نامی بر اون بود و به جز اون قسمت سر ایران کنونی یعنی آذربایجان و پایینترش خوزستان، تمام ایران کنونی زیر سلطه عیاران سیستان بود، به اضافه بخشای از افغانستان و پاکستان، یعنی یک حکومت بزرگ اینا رو انداختن. این ماجرای خلاصه‌ای بود از ماجرای عیاران که بیشترش رو باید رفت واقعا مطالعه کرد، و کلمه رفیق هم از همون زمان در میان عیاران باب بود، یعنی کلمه‌ای که خب مردم به دوستشون میگن و در گروه‌های سیاسی نیروهایی که گرایش خلاصه مارکسیستی دارن کلمه رفیق به کار میبرن، ولی این کلمه ریشه اصلیش در آغاز اسلامی شدن ایران خلاصه در میان عیاران بود. این خلاصه بود از عیاران. و اما این عیاران موقعی که ایران اسلامی شد، در حقیقت با یعقوب لیث و تو قرن سوم چهارم هجری، درست ببینید در مقطعی که آخون شکل گرفت، همون دوره نواب، جالب این دوره سال 230 هجری و قرن سوم دوران واقعا عجیب غریبی است، هم ایران استقلالش پیدا میکنه، هم زبان پارسی برمیگرده، هم انواع شورش ها، شورش هایی در داخل امپراتوری اسلامی، یعنی همون قسمت هایی که خود به اصطلاح عباسیان حکومت میکردن، چون دوره یعقوب دیگه دوره عباسیان بود، و هم در نقاط دیگه شکل میگیره. و در همین زمان هست که ما شاهد این سندی هستیم که نامه یعقوب لیث به امام 11 شیعیان، و اینکه آقا ما میخواییم سرنگون کنیم خلیفه رو. بالاخره ایرانی ها نگاه مثبتی داشتن، به خاطر سرکوب علویان اونا رو همدرد خودشون میدن، ولی جواب امام حسن عسکری این بود که نه ما از توییم نه تو از مایی، و نامه اونو انداخت به درون آتش. باز میشه فهمید که از همون زمان امام سجاد این سنت اعتدال رو امامان شیعه حفظ کرده بودن. بعد از یعقوب این سنت
به صورت فردی و گروه های کوچیک حفظ شد تو پهلوانانی مثل پوریای ولی، و در دوره معاصر ما میتونیم در منش و سیمای غلامرضا تختی، قهرمان محبوب کشور، سیمای یک عیار رو تماشا بکنیم. ولی به طور تاریخی و سازمان یافته با ظهور آخوند، عیار تبدیل به چیز دیگه شد، به خصوص در دوره صفویان آخوندها و این قزلباش های کلاه سرخ گردن کلفت تیغکش که در حقیقت ادعای عرفان هم داشتن و در میدان جنگ نعره می کشیدن که شاه اسماعیل خداست و به نام اون می جنگیدن، و حتی وقتی که شاه اسماعیل دستور داد شیبک خان و ازبک و در میدان جنگ جسدش رو گفت که اگه هر کی منو دوست داره اینو بخوره، و صوفیان و قزلباشان در میدان جنگ تیکه پاره کردن و خلاصه خام خام شیبک خان رو خوردن. در حقیقت در کنار آخوند اندک اندک عیار تبدیل شد به لات و چاقوکش و قمزن که تا دوره ما اومد. داستان ها واقعا جالبه. شما اگر بخواید یک تصویر کامل ببینید، نگاه بکنید کنار بزرگترین به اصطلاح جنبش اسلامی که افتخار میکنند که بنیاد جمهوری اسلامی رو ریخت، جنبش فوق العاده ارتجاعی و عقب مونده 15 خرداده که خیلی ها هنوز باش تصفیه حساب نکردن. بر پیشانی این جنبش سیمای یک آیت الله یعنی خمینی، یک آخوند، و سیمای یک لات یعنی طیب حاج رضایی نقش بسته که خمینی بعدها به اون لقب حر داد، گفت او حری دوباره است و خلاصه کلی ازش تعریف تمجید کرد. این حضرات تو طول تاریخ همیشه لوتی ها و قدار بند ها و چاوکش ها کنار یا قدرت مرکزی بودند و یا کنار قدرت روحانیت. دلایل روانشناسانش هم میشه بعدا فهمید، ولی آخونده از اینا خوب استفاده کردن. تو ایران شما نگاه بکنید، مثلا تو فارغ از گفتم که تنقید و بدگویی، خب بعضی از اینا خصلت های خوبی هم داشتن، مثلا اینکه زغالی به پیرزنی بدن، نمیدونم یک پولی به کسی بدن، ولی تو خط اصلی زندگیشون برحال با قدرت حاکم بودن و با آخون و سرکوب میکردن. نمونه های جالبش، مثلا جالب تو زندگی چمران رو یه بار من میخوندم، یک خاطره نقل کرده بود که یک نفری بوده که خلاصه این تو خیابون دیده یه به اسم رضا سگه تو مشهد، اینو سوار ماشین میکنه و آدم بد اخلاق و جوکش میبره به جبهه و خلاصه هدایتش میکنه و این رضا سگه بالاخره میره جز شهدای جنگ میشه و تو سنگر مثلا یه خونپاره میخوره و کشته میشه و الان جز افتخارات خلاصه رژیمه. یا اینکه ماجرای رسول ترک که حاج رسول دادخواه خیابانی تبریزی، ایشون سالهای اوایل حکومت رضا شاه قبل از حکومت رضا شاه به دنیا اومده بود، تو تبریز از بس چاقو کشی کرده بود الان مثل که چند تا خیابون و محله به اسمش اومده بود تهران. تهران هم مشغول چاقو کشی و الواتی بود. بعد تو کتاب‌های مختلف و اسناد آخونده ازش یاد شده که این اومد توی تکیه‌ای و خیلی مردم ناراحت بودن که یه آدمی خلاصه چاقو کش و مشروب خور و نمیدونم بی اخلاق میاد تو تکیه. یه روز خلاصه بهش میگن باید بری و نیای دیگه تو هیئت، و این با دلخوری میره بیرون. صبح صاحب هیئت میره اشریزان در خونش که باید بیای به هیئت ما، میگه چرا؟ میگه دیشب موقعی تو رفتی من خواب دیدم که نزدیک خیمه های امام حسینم و میخوام وارد بشم، ولی یه سگی نمیذاره من وارد بشم و پارس میکنه، و خلاصه وقتی که من به سختی نزدیک شدم دیدم اون سگ سیما و چهره تو رو داره که از خیام امام حسین حفاظت میکنه، و این چنین حاج رسول شده از مقدسین لات دنیای آخوندی شیعیان. نمونه های دیگه هست، مثلا این گروه برادران عباسی که به هفت کچلون معروف بودن که کچل نبودن و موهای پرپشتی داشتن، ولی به خاطر روب انداختن سراشون از ته تیغ مینداختن. 8 نفر بودن ولی بهشون میگن هفت کچلون، و اینها بزرگترین هیئت های عزاداری رو با حمایت آخوندا و به کمک آخوندا راه مینداختن و یک دسته سینه‌زنی راه مینداختن از شوش و میدان خراسان تا این ور تهران،
و خیلی وقتا با دسته طیب درگیر میشدن و کار به چاقوکشی و غمکشی میخورد. و جالبه که بدونیم که فلسفی واعظ معروف کسی بود که خیلی بینا لطف داشت و خلاصه مجالس و منابرشون رو پر میکرد و گرم میکرد. یا طیب که تو جریان 28 مرداد در طرف حکومت بود، ولی بعدها به دلیل گرایشات مذهبی و ارادتی که به امام حسین داشت رفت کربلا، خلاصه اونجا زیارت کرد و برگشت از کربلا. و بعد تو جنبش ارتجایی 15 خرداد رفت طرف خمینی و سرانجام اعدام شد، پافشاری کرد، اعدام شد و شد از چهره های خلاصه برجسته انقلاب اسلامی. و نیز شعبان جعفری سرنوشت دیگه پیدا کرد، اون نرفت طرف آخوند و هرچند با آخوندا بود و بعد از سقوط رژیم پهلوی رفت به خارج کشور و اونجا مرد. در هر حال میبینیم که اینها همیشه کنار حکومتند، همیشه کنار آخوندن. الان که واقعا عکساشون هستی که تو هر تظاهراتی این گندلات های شرای مختلف در کنار آخوندها و گروه های انتظامی با تیغ و قمه خلاصه مشغولن و میکشن و میدرن و خلاصه عامل سرکوب تا روزگاری که موج مردم بلند بشه و اینا رو مثل خار و خس بشویه، زیرا اینا نمیدونن که هیچ قمه و هیچ رگباری اگر روز یک ملتی بلندش جلودارشون نیست. خب اینا به جز منافعی که میبرن، به جز الواتیایی که میکنن، به جز مفتخوریایی که میکنن و رژیم آخوندی به عنوان دوست رو چشم میپوشه رو اونها، اینها ایدئولوژی ندارن که، جهان بینی ندارن، انواع فجایع رو مرتکب میشن. ولی همون بحثی کردیم، با یک اشک ریختن، با یک قمه زدن، با یک زنجیر زدن وجدانشون راحت آسوده و لات ایدئولوژی و استراتژی و تاکتیکش شده عزاداری برای امام حسین از قدیم الایام تو دوره قاجاری اوج گرفت و الان که به قول معروف در کنار خامنه ای و آخوندها به نوعی دارن سلطانی میکنن لات ها، و هم دنیاشون آباده و هم آخرتشون با ریختن اشکی برای امام حسین و راه انداختن دستای عزاداری و غمزنی. واقعا نمونه های شگفت آوری آدم بعض وقتا تو نشریات خود رژیم میبینه از ورود این عنصر و تکثیرش در دوره آخوندها، که اینها فی الواقع یه جایی به هم میرسن، یعنی لومپنیزم و خلاصه این خشونت و این وضعیت تو آخوند و خیلی از آخوندا و لاتها، همشون نه ولی خیلی از آخوندا و لاتها هم ریشه است. اینجاست که ما اینا در کنار هم میبینیم. ولی باز هم تاکید میکنم اینا هیچ ربطی به عیاران ایران که پرونده بسیار درخشان دارن و نیز پهلوانان بزرگی که این مرزبون پرورده و همیشه در کنار مردم بودن ندارند. شما توجه بکنید یعقوب لیس رو تو تاریخ سیستان فاکت‌های زیادی ازش آوردن از سرکشی و جوانمردی. شما این جمله میگن یعقوب در روزگاری که عیار بود و میرفت توی خزینه ثروتمندان و اموال اونا رو میرو بود و میداد به فقرا، شبی خلاصه وارد یک جایی شدن و سوراخ کردن اونجا رو، زیر نور مهتاب از اون سوراخ تابیده بود، چیزی برق میزد. یعقوب یا اون یعقوب به احتمال قوی دست ببینه چی نفهمید، به دهن برد، نمک بود و چون نمک بود اونو به زمین گذاشت و به اون رفیقش گفت باید برگردیم و همه چیزا که برداشتی بذار. رفیقش گفت چرا؟ گفت چون ما زبان و دهان به نمک صابخونه آلوده کردیم، با اینکه این فردی جباره، ولی به سنت عیاری و سوگندی که ما خوردیم که نمک هر کسی رو خوردیم نوع نمکش رو خیانت نکنیم نباید ببریم. و فریادی کشید که صابخونه بدونه و کسی دیگه از این سوراخ وارد نشه و فرار کرد. حالا مقایسه بکنید اینو با وضعیت مثلا هفت کچلان برادران عباسی که در زمان شاه بارها و بارها چاقو کشی و شکم پاره کردن در کنسرت های مهوش به خاطر فقط جلب توجه مهوش و دلبری کردن از خواننده. اینها هیچ ربطی ندارن، دو تا خلاصه نحله و خط جداگون هستن که یکی در کنار مردم و در کنار فرهنگ ایران و در کنار زیبایی های مملکت ما ایستاده با ریشه های مستحکم
که محققان ایرانی قشنگ روشن کردن در آیین‌های کهن باستانی و بعد هم وقتی در آمیخت با اسلام از توش اخوان صفا در اومد، از توش خیلی از خلاصه انسان‌های فریخته و دلاور شجاع در اومدن، ولی اینها عیار آمیخت از آمیختگی با فرهنگ ایرانی در آمد، از فرهنگ پالوده مردم، ولی لات و لوتی و چاقوکش از درون مردابی در اومد که آخوندها در اومدن و امروز ما شاهدیم که در کنار آخوندها به عزاداری عاشورا و سینه زنی و غمه زنی مشغوله. بسیار سپاسگزارم از شما. عرضم به حضور شما که باز نقبی میزنیم به تاریخ و این پرسش رو مطرح میکنیم که چون میخوایم این داستان رو واقعا از منظر تاریخ بهش نگاه بکنیم، نه از روایتی که آخوند کرده، چون میبینیم تغییرات زیادی صورت گرفته. من پرسشم از شما اینه که یه حسینی وجود داره، مثل اینکه یه علی وجود داره، که اینا قهرمان قهرمانانن، یعنی هر چی صفات خیر است برای اینهاست. ما در 57 هم در حقیقت همین داستان رو دیدیم، یعنی اینکه من بارها اعلام کردم رو همین تلویزیون که اونی که مردم میدیدن از هواپیمای ایر فرانس پیاده میشد در حقیقت امام حسین بود و در مقابلش لشکر یزید بود و طی این فرهنگی که حاکم شده بود، یعنی همه خوبی ها به سمت حسین بود و همه بدی ها به سمت یزید بود، این فاجعه رو برای ما رقم زد. میخوام از شما بپرسم که این چیه؟ یعنی این حسینه یه آدم پسر ابو طالب، پسر علی ابن ابو طالب، نمیدونم یه آدم علی، یه آدم، یا یه میته، یه اسطوره است؟ و این از کجا تبدیل به این میشه؟ ما میدونیم که ازش در مثلا همین دورانی که من و شما تجربه کردیم، دوران محمد رضا شاه، خب جلسه پیش هم راجبش حرف زدیم که میگه که علی مارکسیست جهان است، چپ ها از این استفاده میکردن، یا آل احمد ازش بهره میگیره، یا شریعتی در حسینی ارشاد ازش بهره میگیره، آنان که رفتن حسینی، اونایی که موندن زینبی. این چیه؟ این کدومه؟ این کدوم یکی از این دوتا؟ آدم معمولیه؟ میته؟ میت چه نقشی رو تو تاریخ بازی میکنه؟ بفرم. ببینید، اینها انسان‌هایی هستن تاریخی، یعنی چون یه نقشی در تاریخ یک سرزمین، در فرهنگ یک سرزمین دارن. انسان مثلا علی انسانی است تاریخی و ما باید با نگاهی تاریخی به اون نگاه بکنیم، یا حسین تو فرهنگ مذهبی تبدیل شده به انسانی تاریخی. و این که اینا چطوری به این نقطه رسیدن، در حقیقت بازآفرینی شدند. یعنی اگر من دقیق تر بخوام بگم، قبلا هم بارها اشاره شده، این آخوندها در قرن سوم هجری وقتی دیدن که سرشون داره بی کلا میمونه، یعنی پیروان امامان شیعه که دور سفره اونا میچرخیدن، در حقیقت شیعه رو ساختند. واقعا این یک چیزیه که من تاکید میکنم روش و خواهش میکنم کسانی که علاقه دارن به تحقیق روی تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ شیعه، به این نکته توجه بکنن که شیعه‌ای در حقیقت به اون صورت آخوندا میگن وجود نداشت. ببینید، و به تبع این میت‌ها وجود نداشت، اینا چهره‌های تاریخی بودن. و توجه بکنیم که خود پیغمبر میگه انا بشر مثلکم، من یک انسانی هستم مثل شما، میشینم بلند میشم، غذا میخورم، دیازت زن میگیرم، کلمه اینی ها همیرا میزد، عاشقانه اون زن جوان خودشو دوست داشت، گاه بیگاه میرفت سراغش از وسط کار و خلاصه فعالیتی که داشت، و در جنگ احد زدن دندونشو شکستن، فرشته نازل نشد،
بارها کثافت به سرش ریختن، یعنی نجاست تو کوچه و بازار به سرش ریختن، و موقعی که هنوز قدرتی نداشت اتفاقی نیفتاد، یعنی هیچ فرشته ای نازل نشد، آسمون شکاف نخورد، طوفان ایجاد نشد. اینا انسانایی بودن معمولی و بعدش هم مرد. یعنی اینا فکر میکردن حتی موقعی که داشت پیغمبر میمرد که الان آخر الزمان میشه، اینا اتفاقی نیفتاد و اونم مثل انسان معمولی فوت کرد و خودش هم مثل آخونده فکر نمیکرد، خودش یک دنیای دیگه ای داشت که اگر روزگاری رفتیم توش اون بحث خواهیم کرد که چه جهانی رو و چه آسمانی رو و چه خدایی رو وارد سرزمین ما و رگهای ما و خون ما کرد که حاصلش پس از تغییرها اینه. به هر حال حسین و علی دو تا موجود تاریخی بودن. در قرن سوم آخوندها یک نخی پیدا کردند، نخ حق بازی و پدرسوختگی و دروغ و جعل حدیث، و این 11 امام شیعه رو به نخ کشیدند، به صورت یک تسبیح در آوردند و امام 12 را به نظر من، تاریخ میگه چنین امامی وجود نداره، تمام اسناد تاریخی، ولی آخوند نمیمونه. آخوند وقتی که با حدیث داره کار میکنه، شما نگاه بکنید 30,000 حدیث امام محمد باقر، 15,000 تا امام جعفر صادق، احتمالا 100,000 تا بقیه گفتن. ما پایه‌های این مملکت ما الان، مملکت ملک کیان و سرزمین داریوش با 3,000 سال تمدن، روی احادیثی است که 80% و 90% رو هیچ عقل سلیمی نمیپذیره. یک چیزای عجیب غریبی که به درد رمان و قصه و داستان سرایی. اینا اومدن با جعل حدیثای فراوونی که بعضی وقتا هم خودشون توش میمونن، مثلا یک دوتا شما اشاره کردن موقعی که میگن پیغمبر گلو حسین میبوسید که آقا تو رو یک آدم بدکاری میکشه، شمر اینجا تبرئه میشه. و حتی خود آخوندان بعضی وقتا دوچار تناقضن. اما اسم اون ملا یادم نیست، ولی یک ملای بلند مرتبه حتی به این از چرسی بود که شمر و اینا میرن به بهشت، یعنی دوچار این تناقض. انواع دروغ ها رو سرهم کردن، به نخ کشیدن، امام 12 هم خودشون ساختن و به نخ کشیدن و این تسبیح رو دادن دست توده های بیگناه بی سواد، خلاصه بی پناهی که در طول تاریخ فقط گله هایی بودند که برای کباب بزرگان و سران پرورده شده بودند. و در حقیقت این حسین و علی تاریخی رو به صورت میت خاص آخوندی ایجاد کردند و به درون رگها فرستادند و اینقدر حجم این زیاد شد و خلاصه قولاسا شد که همه جا رو پر کرد و حتی به زمان ما رسید و این میت رو کسی نیومد کالبد شکافی بکنه. دعوایی نیست، فحشی در کار نیست، دشنامی در کار نیست، حتی درباره اسلام و درباره الله. من یک دو بار گفتم اسلام و الله حتی اگر ساختگی باشه، این اللهی که بعدا صحبت خواهیم کرد که اصلا چی هست، ولی یک وجود تاریخی 1400 ساله که این وارد تاریخ بشر شده و الان 1.5 میلیارد مسلمون، حالا ادهی عملی، ادهی تئوریک، ادهی با تناقض، به این باور دارن. این آخوندها در حقیقت اومدن وارد میت کردن اینها رو با حدیث، با دروغ و با تکیه بر تودای ناآگاه، و این اینقدر بزرگ شد که در دوره ما اینجاست نقطه انتقاد من. اولا دعوایی نیست، بذاریدشون زیر ذره بین تاریخ. به نظر من خیلی با احترام، با جلال و شکوه امامان شیعه رو بدون بی احترام، به هیچ کس نباید بی احترامی کرد. اینجا پس از اعدام، گیوتینه کردن ماری آنتوانت و لویی 16 در 15 سال قبل بود که یک دادگاه خیالی و ایماجینه درست کردن و اینا رو تبرئه کردن، نشون دادن لوی آدم خوبی بوده، آدمی بود که گرایش مردمی داشت، خودش با بنامی رو پشتمون کار میکرد و ماری آنتوانت فساد اخلاق اصلا نداشت، زنی بود که بورژوا ولی مهربون. خب ما میتونیم اینجوری برخورد کنیم، توهین نکنیم به کسی، ولی بذاریم زیر ذره بین، بذاریم زیر نگاه علمی و تاریخی
امام علی رو درست ببینیم، تو آسمون نبریم، دروغ نگیم. امام علی بگیم آقا سردار بزرگی بود، منافع اسلام مهم بود براش، به ایران هر موقع ایرانی ها شورش میکردن سرکوب میکرد، طبیعی بود که سرکوب بکنه. شاه عباس هم موقعی ارمنی ها شورش میکردن سرکوب میکرد. نادرشاه موقعی که خلاصه کشورهای تابعش شورش میکردن سرکوب میکرد. و درست ببینیمش، معجزه ای وجود نداره. این مزخرفاتی که علم میخونن که آقا اینطوری بود اونطوری بود، نمیدونم از آسمون صدایی برخواست، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، و خدا مرحبا گفت، اینا چرنده. و بقیه هم همینطور یکا یک باد گذاشت توی بستر تاریخ واقعی و دید، اون وقت مشخص میشه که این چهرهای تاریخی فقط توسط آخوندها، توسط کوهی عظیم از احادیث و مزخرفات تبدیل شدن به میت، به طوری که اومدن تا دوره ما، به طوری که ما رو فلج کردن. ببینید من باز اینجا روی این نکته تاکید میکنم، تا موقعی که یک چیزی، یک شیء، یک شخصیتی در حصار تقدس هست، به هیچ وجه نمیشه وارد نقدش شد. شیء مقدس رو کسی که وارد نقدش نمیشه. فلان امامزاده کوره دهکده دور افتاده ما رو در کویر کسی فکر نمیکرد اصلا کی بوده. میرفتن دور حرم، دور اون ذریحش نخ میبستن و قفل میبستن و طلب و مراد میکردن. کسی فکر نمیکرد که اصلا بوده نبوده، آدم خوبی بوده. موقعی که حصار تقدس ما کنار میزنیم و وحشت نمیکنیم، البته بگم که حصار تقدس آخوندها ده قفلش کردن به طوری که نمیشه نزدیک شد، ولی باید نزدیک شد. وارد حصار تقدس که وقتی که این حباب رو ترکندیم، اون موقع ما میتونیم ببینیم که آقا میتی وجود نداره، عظمت های آخوندی وجود نداره، اینا شخصیت های تاریخی هن. ولی چون وارد نشدیم و جرأت نکردیم وارد نشویم، میبینیم که در دادگاه یک جانباخته ارجمند و شجاعی مثل خسرو گلسرخی مولا علی رو اولین سوسیالیست تاریخ میدونه، در حالی که مولا علی تمام سرزمین اون رو زیر سیطره حکومت خودش، زیر مالیات و جزیه بسته بود. و در دوره مولا علی همچنان زنان ایرانی برده می شدن، در بازارها فروخته می شدن، و ایشون هیچ توجه به تاریخ ایران و یه نوع مقابله کردن تاریخ شیعه با تاریخ ایران نکرد. یا اینکه مثلا جنبش امام حسین رو خیلی خب من مثالی که زدم گفتم که میشه با احترام تمام، با درود فرستادن به شجاعت این علوی شجاعی که در سن 57 سالگی با 130-140 نفر مقابل 10,000 نفر ایستاد و جنگید ستایش کرد، ولی میشه فکر کرد که ببینید ایشون اگر به حکومت میرسید، ما از دایره میت و امامت خیالی بیاریم بیرون، جای یزید رو میگرفت. مثلا یزید کشته میشد، مردم شورش میکردن، امام حسین میومد، میتی دیگه وجود نداشت. برای اینکه اون موقع تاریخ ما نوشته میشد که در زمان امام حسین مردم مالیات میدادن، جزیه میدادن و بردگان میرفتن خرید فروش میشدن. همطوری که دیروز تو برنامه من اشاره کردم که امام باقر 60 تا برده داشت تو خونش، غلام و کنیز داشت، و امام سجاد همینطور 60-70 تا برده داشت. خب در این دور، در اون دوره همه داشتن، انسان مثل گاو و گوسفند خرید فروش میشد. ولی وقتی ما یکی رو میبینیم تو مقام امامت، باید فرق بکنه که اون امامی که آخوند میگه که وصل به نور الهی و خلاصه این رشته نور امامت تو اماما پیغمبر و بعدم به خود خدا وصل میشه، اون دیگه نباید برده داشته باشه، باید یک سیمای جدیدی از خودش نشون بده، همون سیمایی که ما تو عارفانمون مطلقشون نمی کنیم. مثلا مولانا تو کتاب پله پله تا ملاقات خدای استاد زرین کوب چند تا نمونه داره که نشون میده که وقتی آدم از یه مداری بالاتر میره چجوری برخورد میکنه. صریحا می نویسه در محله اصفهانیان، چون اون موقع قونیه پر از ایرانی بود، اصلا جزء به اصطلاح قسمتهایی بود که ایرانی ها حکومت میکردن زمان مولانا، از محله اصفهانیان میگذشت، اونجا مرکز روسپی خانه و تنفروشان هم تو این محله بود، میگه زنی روسپی اومد و به مولانا سلام کرد، دید که این عارف بزرگ، حالا ما به عنوان شاعر پیشناسیم، ایشون یک سلطانی بود زمان خودش، راه که میرفت دنبال اولاغ 600-700 نفر با علم و کتر راه میرفتن و شاهان ازش حساب میبردن و بارها شد که رفت
و محکوم به اعدام و تنابش رو باز کرد از گردنش و با خودش برد و شاهان هیچی نگفتند. و وقتی مولانا مرد پشت سرش جماعتی از همون نجات یافتگان بودند که میگریستند و بر سر میکوبیدند، همون قاتلان و دزدانی که مولانا نجات داده بود. ایشون از الاغش پیاده میشه، جلو این زن فاحشه خم میشه و میگه درود بر طاهره زمان، سلام بر رابعه دوران. در حالی که رابعه ای که از پاکیزه ترین زنانیه که تو تاریخ اسلام وجود داره، یعنی یک افق نشون میده از خودش مولانا. یا اینکه میره به دستبوس کشیشان در کلیسا روز یک شنبه برای اینکه به مسلمان نشون میده که آقا جون با مسیحی ها خوب باشید. سوال اینه که اگر میت هست، اگر تو ابراست، چرا زندگی عادی؟ چرا نشون نمیده که مثلا آقا بردگی در اون من برده نمیگیرم، من کنیز نمیخرم، برای اینکه من به نور الهی وصلم. این بحث سر خود خداوند متعال هم هستی که بالاخره خدا که احاطه شده در جهان نیست، محاط نیست، محیط بر جهانه. بنابراین قوانینی که ارائه میکنه، یک کسی که محیط بر بی‌نهایته، قوانینش باید ازلی و ابدی و درست باشه، نه اینکه مزاحم باشه. گیرم که زمان پیغمبر قوانینی که از آسمون اومد، آسمونی که محمد میگفت، درست بود، ولی این قوانین 200 سال 300 سال بعد الان باید واقعا مزاحمه اگه بخوایم عمل بکنیم بهش. بنابراین اینا میت شدن توسط آخونده، اونم نه توسط مثلا فرهنگ مردم عمومی، مردم مثل رستم، مثل آرش کمانگیر، اونم میته، مثل پرومته در یونان که از فرمان خدایان سر میپیچه و محکوم میشه که برای کوه خلاصه میخکوب بشه و یک عقابی بیاد جگرش هر روز تیکه تیکه بخوره و دوباره جگرش در بیاد به جرم سرپیچی. اینا میته، ولی این میتایی که تو مردم ساخته شده، این میتی که آخوند ساخته به نفع خودش ساخته، این میت در حقیقت یه آخوند گنده است. اگه نگاه بکنیم، همین دیشب من داشتم تحقیق میکردم یه نگاهی درباره مازوخیسم و سادیسم، واقعا چیزایی دیدم از قول امامای شیعه نقد کردن که من باور ندارم با همین نگاه کنونیم که غیر امامی و غیر پیغمبری هست و چیزی رو من جز جهان زنده و هوشیار و معجزات بی پایانش باور ندارم. جهان خودش پر از معجزه است، چرا ما به اون تن ندیم؟ ولی این مزخرفاتی که اینا میگن، مثلا باور نمیکنم که مثلا امام محمد باقر شیعیان با اون منشاش حتی کنیز غلام هم داشته باشه چنین حرفایی زده باشه. میت رو آخوندا ساختن در یک کلام. درسته، یعنی اینکه من با فرمایش شما مخالف نیستم که میت رو آخوندا ساختن، ولی میت یه پدیده موجوده، الان وجود داره. ما تو همین عصر معاصر، همین که من و شما توش زندگی کردیم، به قبرها و دورهای تاریخ نمیریم، ما میبینیم که از همین موضوع گونه های مختلف هنوز هم استفاده میکنن. مثلا یه سری میان میگن که این قرائتش یه قرائت دیگه است، اون میگه یه قرائت دیگه. شما نگاه میکنیم اینی تو ایران یارو عضو شورای شهر، یه خانمی رفته لو داده که اینا چجوری با شهرداری وابستن و املاک رو برای خودشون وسط خودشون ثبت کردن، بلعتو کردن. بعد اون یارو گفته که این یارو خواهره بعد میرفته یه هفته بدیمش دست داعش. خب این قرائت مختلف از یه موضوع، این پدیده توی دینای دیگه هم وجود داشته، ولی امروز میبینی که اونا از این موضوع ها بری شدن، دور شدن. فهم میکنی توی این ماجرای اسلام با حضور آخوند شیعه آیا اصلا چنین امکانی به نظرت میرسه که بتونه پاک کنه؟ یه آلایندهی وجود داره که اینو پالایش کنه، یه جوری اینو تغییرش بده؟ چیزی تو این صفحه میبینی مثلا ما یا نه؟ به نظر من وجود داره. ظهور خمینی آغاز این پالایشه. ببینید امپراتوری عثمانی در جنگ وین در حقیقت انقراض شروع شد، البته خیلی طول کشید چون تو قرن 13 14 بود، ولی زمان آتاتورک در حقیقت فرو ریخت. در زمان ما اینقدر طول نمی کشه، برای اینکه الان نه قرن 14
نه زمان زمانی است که مردم در جهل به سر ببرند. با این رشد دانش و تکنیک و یکم این تجربه، توجه داشته باشیم که کلیسا هم همین مسیحیت همین برنامه رو داشت، الان درست رامش کردن و به صورت قابل قبول در اومده کلیساها و کار خودش داره میکنه. واقعا تو قرونی که دستگاه انگلیسین و تفتیش عقاید در فاصله قرنهای دهم تا چهاردهم سر کار بود، جنایاتشون عین جنایت آخوندا بود، از تجاوز و قتل. و فقط من الان کاملا یادم نیست ولی رقم بزرگ بود، 15 تا 20 هزار نفر رو در اسپانیا زنده زنده سوزوندن و کلیسایی که نمیتونست اونا رو که بگیره دستور میداد عکسشون رو نقاشا بکشن و به صورت سمبولیک در آتش بسوزونن. یک به اصطلاح موزه شکنجهی بود در ایتالیا سال 61 62 بود که من اونو دیدم و بروشورش هم فکر کنم هنوز داشته باشم. ابزار و آلاتی که برای خورد کردن محکومین به کار می بردن، ابزاراتی که کلیسا به کار می برد، واقعا مو به تن آدم راست می کرد. مثلا شکنجه چرخ، چرخ درشکه رو می آوردن و محکوم می داشتن رون و بعد اونو اندازه چرخ می کردن، یعنی پاهاشو خورد می کردن، خم می کردن زیر چرخ، دستاشو خورد می کردن و اینو سر یه چوب می کردن می داشتن یا قفس. یک آدم زنده رو تو قفس می کردن تا اونجا تو قفس بمیره و اسکلتش سالها و سالها بر فراز درختی یا کنار جاده آویزون میمون. یا وسایل عجیب غریب، پا تو روغن داغ کردن، نمیدونم وسیله بود که مثل یک ابزار بود که به اصطلاح چهار تا تیغه برنده داشت، با یه دسته‌ای که میچرخوندن اینو میکردن در مقعد محکوم و بعد دسته رو میچرخوندن و از اون میخواستن اعتراف بکنه و اگه اعتراف میکرد این دسته رو بیشتر میچرخوند و این چهار تا تیغه باز میشد به صورت چهار تا کارد و از درون روده های محکوم رو میدارید. این کارا رو کلیسا کرد، منتها طوفان رنسانس و تلاش فرهنگ سازان، فکر نکنیم که آخوندها از اونا گردن کلفترن، به هیچ وجه اینطوری نیست. همون خرافات و مزخرفاتی رو که الان ما اسیرشیم، اونا هم اسیرش بودن به نوع دیگه، به نوع مسیحیش، به نوع چیزی که از آیین مثلا یهود اومده بود. طوفان رنسانس و تلاش‌های فرهنگسازان، منتها اونا جدی تلاش کردن. مثلا هیچ کدوم موقعی به حقیقت می‌رسیدن دیگه کوتاه نمی‌اومدن. خب تو این مسیر عده‌ای هم زنده زنده سوزوندن، مثل جواردونو و عده‌ای رو کشتن ولی کوتاه نیومدن. نقاشا اولین بار بود که کلیسا، همون دستگاه مسئله مازوخیسم و سادیسم که ما می‌گیم، اساساً پیکر انسان رو نجس میدونست، زیبایی انسان، انسان رو گناهکار میدونست. انسان کسی بود که از آغاز به خون مسیح آلوده شده بود، بنابراین نمیکشیدن جز چیزهای قدیسی. من یه بار با دوستی صحبت میکردم، گفتم این تابلوهای زنای اوریان و مردای اوریانی که کشیده شد، اینا جنبه پورنوگرافی نداره در دوره رنسانس. اینا میخواستن نشون بدن نگاه بکنید در کنار این قدیسان و اون شکنجه شدگان و اون کسایی که نور از کلشون تتق میکشه، انسان خاکی زیباست، سینش زیباست، پستانش زیباست، شکمش زیباست. و یک موج عظیمی که شروع کرد به شست و شو، یا مجسمه داوود و موقعی میترشن لخت و با اون عضلات ورزه و سیمای زیبا، مقدارش هم اینا مذهبیه، یعنی کلیسا زیرش کمر خم کرد، پذیرفت که این کارا رو بکنن. هنرمندان هوشیارانه عمل کردن. کنارش داستانهایی که نوشتن، خروارها کتاب علیه حقبازی‌های آخوندهای مسیحی نوشته شد و سرانجام اینا کشید به مقوله پروتستانیزم و تضعیف کاتولیسم افسار گسیخته و بعدش هم که انقلاب کبیر فرانسه گل اینا بود و جهان وارد یک دوره جدیدی شد. آخوندها هم نوبتشون میرسه، الان هم به زانو در اومدن. واقعا ما در داخل ایران نیستیم ولی وقتی که فیلم میبینیم که روز عاشورا یارو به مردم میگه حسین حسین بگید و یه مرتبه قرش هزاران نفر که ایران ایران میگن بر میخیزه، و یا این که میرن به زیارت آرامگاه کوروش و اونجا تعظیم میکنن به زیر ضرب چماق پاسدارها، و یا تغییر اسامی، اینها چیزای امیدوار کننده یه، منتها کار سخته. ما اینو باید به قول معروف ذهنی نباشیم.
این کوه ارتجا بسیار قدرتمند و سر به فلک کشیده است، اگرچه پایه‌هاش خیس خورده و به جز مزخرفات آخوندی ما با یک طبقه روبرو هستیم که با این انقلاب سیاه سر کار اومد و اینا منافع مادی دارن. خیلی هاشون ممکن اصلا معتقد نباشن. این کسایی که تجاوز میکنه، جنایت میکنه، آدم یاد اون لطیفه میفته که نمیدونم مال عبیده یا نه، ولی شبیه کارهایی اونه، میگه کسی دید که آخوندی هم زنا میکنه و هم مال مردم میخوره، هم پول یتیم رو میخوره، هم همه جنایت میکنه، رفت پیش گفت آه اگه خدایی نیست به ما بگید تا ما اینقدر نماز نماز نخونیم، ما مثل شما زندگی کنیم. بخشیشون اینجوری هن، منتها منافع مادی. این سرتیپا، این سرلشکرها، این سردارها، این رئیس های کمیته، اون کسایی که تو بسیج دارن، این کسایی که میبینیم میلیون میلیون دارن پول مردم رو میخورن و دوزیاشون رو خودشون دارن رو میکنن، اینا ریشه های این حکومت هن که منافع مادی دارن و اینها با نیروی فردی جمع نخواهند شد. باید کوشش کرد که نور آگاهی رو تابوند. در ایران خوشبختانه این شروع شده و نیروها رو یک دست کرد تا سرانجام روزی برسه که این بساط جارو بشه و اون روز خواهد رسید با کمک ملت ایران و با نیروی جمعی. بسیار آقا ممنون و متشکرم. ما بازم متاسفانه وقت بر ما غالب شد و ما نتونستیم که این بحث رو اونجوری که شایسته و بایسته است در خدمت شما پیش ببریم. امیدوارم فردا بتوانیم ادامه گفتگو داشته باشیم و این بحث زیبا رو با هم در خدمت دوستان. امیدوارم که این عزیزانم که می نویسید برای ما و کامنت میذارید زیر ویدیوها، اگر ممکنه مشارکت بیشتر بکنید و در حقیقت سوال مطرح کنید تا این موضوع به صورت عمومی و همگانی باز بشود. ممنونم آقا از حضورت در برنامه. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم تا فردا که این بحث رو با شما گفتگو کنیم. بسیار بسیار ممنونم آقا. سپاسگزارم. موفق باشید. صحبت‌های آقای یغمائی رو با هم شنیدیم. امیدوارم این گفتگوها کمک کنه به ما و روشن بشویم و بدانیم که در کجای این دایره قرار گرفتیم. از لطف و همراهی شما نازنینان سپاسگزارم. اگر این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است که شده است، اصالت کن لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین بفرستید. به فیسبوک ما بیاید، لطف کنید این ویدیوها رو یه لایکی بزنید، شیر کنید و همونطوری که بارها توضیح دادم، شمایی که در صفحه هر کسی هستی و هر کسی که دوست هستی، وقتی او یه لینکی رو در صفحه خودش قرار میده، چون شما با اون نفر در صفحه فیسبوک همراه هستی، اون لینک برای شما میاد. ولی یادت باشه کسان دیگری که شما با آنها در ارتباط هستی اون لینک رو نمیبینن، مگر آن که شما اون لینک رو تو صفحه خودت شیر کنی تا همراهان شما در اون صفحه شما هم قادر باشن لینک شما رو ببینن. بنابراین این یک سیکل، لطف کن این رو به همون سیکل برش گردون، به همون دایره برش گردون. میتونید خبرها، لینک ها، ویدیوهای مرتبط رو در یک جا در سایت مردمریپورت.net دنبال کنید. از کاوه نازنینم ممنون و سپاسگزارم که زحمت فراوانی میکشه و این لینک ها رو قرار میده و ما هم شاهدش هستیم. بعد هم از تلویزیون دیدگاه باید تشکر بکنم، از عزیزانم در تلویزیون دیدگاه که اونها هم با مهر خودشون بها یک ویدیوی خبر رو هر روز تهیه میکنه، ضمن اینکه در اون تلویزیون پخش میکنه و در یوتیوب قرار میده، لینکش رو هم برای ما میفرسته که من و شما هم بتونیم در جریان خبرها قرار بگیریم. از اونها هم صمیمانه تشکر میکنم. مسئله ما مثل همه رسانه های دیگر بحث مالی است. دغدغه ما دغدغه مالی است.
خواهش میکنم تو این زمینه مددکار ما باشید و کمک کنید به ما. اجازه بده که نام زیبای شما هم در حقیقت به درخشندگی این زیرنویس برنامه ها کمک کنه و نام شما هم زینت بخش این زیرنویس ها گردد. ازت ممنون و متشکرم. تا فرصتی دیگر سپاسگزارم.